خب سلام می کنم. من کیانوش توکلی هستم، خانم سلام. مرجان گنجو بله از حزب کنسرواتیو بله و رؤوف حسنزاده. حسنزاده از کجا؟ از هوادار این حزب لیست. بله، امشب ما یه برنامه در واقع مخصوصی داریم و اونم اینه که به سیاست های ایران کاری نداریم، به سیاست های دانمارک. واقعیت اینه که هر کدوم از ماها بیش از نیمی از عمرمون رو توی دانمارک گذروندیم و بعضیا خب اینجا متولد شدن و به این خاطر انتخاباتی که فردا ما داریم در مورد اتحادیه اروپا خیلی مهم هست و مهمتر از اون به اصطلاح انتخابات مجلس هست. تو این رابطه من این دوستان که یکی راست و یکی چپ هست دعوت کردم. البته هدفم این بود که بیشتر دعوت کنم ولی امکانات اجازه نداد. ما ابتداعا این دوتا دوست ما صحبت میکنن، بعد آقای هادی یوسفی تلفنی در واقع راجع به احزاب شرکت کننده در مجلس دانمارک صحبت خواهد کرد، یعنی در واقع یک رسومه ای از این احزاب میده. واقعیت این است که بسیاری از ماها ایرانی ها فقط احزاب چپ رو میشنسیم، یا مثلا بی ان اس لیست رای میدیم، یا به اس اف رای میدیم، یا به سوشال دموکرات. اصلا شناخت درستی از احزاب راست نداریم. به همین خاطر بود که ما مرجان رو دعوت کردیم. مرجان خودت معرفی کن. من اسمم مرجانه، الان 30 سال دانمارک زندگی میکنم. این 12 ساله که جزء حزب کنسرواتیو دانمارک هستم و 10 ساله توی در سازمان در شورای شهر هایچاستو هستم، عضوش هستم. آره. مرجان خوارت فارسیش زیاد خوب نیست ولی خب در عوض دانمارکیش سعیم میکنم. آره. خب برای من جالب بود مرجان. مرجان رو در واقع 10 سال پیش باش آشنا شدیم، اون وقت که انتخابات 2008 بود، در رابطه با همین انتخابات چیز بود که من دخترم اون وقت چپ بود، این راست بود. یه برنامه. خب میریم رؤوف. رؤوف به اصطلاح رو من تعریفت بکنم یا اینکه خودت صحبت میکنی؟ صحبت بکنم. نه، رؤوف خب چهره ای هست که عموما میشناسن از طیف چپ. خب به کدوم حزب در واقع تعلق داری از احزاب دانمارکی؟ من چنان که با سلام خدمت شما دوستان گرامی، بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه، من رؤوفم، رؤوف حسنزاده. حدود 35-36 سالی هست که تو کشور دانمارک زندگی میکنم و در طی این 35-36 سال از اوان ورودم به این کشور من فعالیت های سیاسی مو شروع کردم در رابطه با جامعه دانمارک و در رابطه با مسائل اجتماعی دانمارک، از عضویت در اتحادیه های صنفی و اتحادیه های کارگری، اتحادیه های آموزگاران و غیره، تا الان که عضو هیئت مدیره هوکو هستم، یعنی شورای هیئت مدیره هوکو. به این ترتیب من ولی در اصل از نگاه فکری من تمایلاتم به حزب اتحاد چپ دانمارک یا همان این هتس لیست هستش. خب باز از مرجان شروع میکنیم. البته مرجان قبل از اینکه تو شروع بکنیم من یه توضیحاتی در مورد اتحادیه اروپا بدم برای اطلاع اون دوستانی که نمیدونن که این به اصطلاح اتحادیه در سال 1979 یعنی 40 سال پیش تشکیل شد با 8 کشور و امروز با 28 کشور رو تگ انگلیس نره. مجموعه نماینده های این حزب در پارلمان اروپا 751 نفره، اگه انگلیس بره به 705 نفر میرسه. مشارکت اروپاییان در این اتحادیه دموکراتیک و فراملی در واقع سال به سال یا دوره به دوره کاهش پیدا کرده. و مسئله دیگه این هست که
هر چقدر زمان گذاشت نیروهای پوپولیس و راستگرا در واقع بیشتر شدن. الان احتمالاً در انتخابات آتی راست ها و پوپولیست ها به 25% میرسن. این که حالا و یه مسئله دیگه از این اتحادیه اروپا کاملا دموکراتیکه ولی نابرابره، به این معنی که لوکسامبورگ یک شهره و در واقع یه نفر لوکسامبورگی از یه آلمانی بیشتر داره، یعنی آلمان کشوری که با بالای 80 میلیون جمعیت داره در حدود 96 نماینده داره، در صورتی که لوکسامبورگ یه شهره 6 نماینده داره. این یکی از ایرادایی هست که در واقع وجود داره، در زمینی که خیلی دموکراتیکه. خروج انگلیس خب ضربه بزرگیه به اتحادیه اروپا. این انتخابات از روز 23 شروع شده در هلند و آلمان و اینا، فردا هم در دانمارک هست. دانمارک 135 نفر خودشونو کاندید کردن که از این 135 نفر 14 نفر انتخاب میشن. و جالبی این هست که در مجلس به اصطلاح اتحادیه اروپا این کشورها نیستن بلکه احزاب هستن، حدود 200 حزب در این اتحادیه در پارلمان اروپا وجود داره. ما یک شورای اتحادیه اروپا هم داریم، اون هم با هم ارتباط دارن. در دوره گذشته 1100 قانون در واقع تصویب شده که این کشورها بردن در مجالس خودشون اونها رو بررسی کردن، یعنی قانون گذاری میشه ولی به عهده کشورها داده میشه. این مجموعه در واقع اطلاعاتی که من دارم هست. حالا اگر شما توضیح بیشتری دارین در مورد اتحادیه یا در مورد خود مجلس میتونیم بدین. و من سوالم اینه که مثلا حزب کنسرواتیو که شما عضوین جده احزاب ائتلافی دولت هست، الان چگونه میبینید؟ دوره قبل 8 نماینده داشت. شما خیلی خوب توضیح دادین، خیلی بیشتر از این چیزایی که من حتی میدونستم. اطلاعاتتون خیلی بالاست، جالب بود، یه چیزایی رو منم اطلاع پیدا کردم. حزب کنسرواتیو 8 بوده و الان هم خیلی اکتیو هستش. راستش رو بخواید من نمیدونم چند تا کاندیدت داریم ما. در اصل ولی دو سه تاشون رو که تقریبا یه اسپیس کاندیدت داریم و چند تای دیگه هستن. با امیدوارم که خب به خاطر حزب کنسرواتیو امیدوارم که اینا بتونن موفق بشن و بتونن بیان در مجلس. مهمترین برنامه چیه؟ میلیون آره، امروز هم که کارنوال بزرگی بود. آره بله، برای که لغت کم میارم، برای اینکه دانمارکی بگو، دانمارکی هم ایران نداره. آره برای اینکه به خاطر فوقینینگایی که هستش، به خاطر آلودگی هوایی که هستش و به خاطر آلودگی که توی تمام دنیا هست از همه چی، روی این حساب کنسرواتیو ایده های خوبی داره و خیلی میخواد روی این مسئله کار بکنه. و باشه رفیق، اینو قطعش کن خواهش میکنم. عرض شود که ببینید، یکی از من تا این صحبتش و کارش انجام بده در ارتباط تلفن خواهشن اونو خاموشش کن که آره. ببینید یکی از مسائلی که خارجی ها یا به عبارت دیگه در واقع ایرانی ها بگیریم، بیشتر روی مسئله مهاجرت، روی پناهندگی، روی مسئله کمک های اجتماعی بیشتر تمرکز دارن تا مسئله میلیو. از یه طرف ما میبینیم تلویزیون مسئله میلیو واقعا مهمه. همه امروز 30,000 نفر جلوی مجلس اون دختر سوئدی اومد صحبت کرد و من نگاه میکردم یه دونه خارجی توش نبود، یعنی اهمیت نداره. ولی بسیاری از احزاب خارجی ها رو کردن در واقع پروبلم اصلی، در حالی که پروبلم اصلی میلیوه.
حالا آقای رو شما در مورد این لیست بگین، این پیش از سری پیش از برنامه‌اش، پیش از هر چیز من در رابطه با اون تاریخچه‌ای که در رابطه با اتحادیه اروپا شما اشاره کردید یک کاملا درست بود، ولی یک مورد خیلی کوتاهی بهش اضافه کنم به این مورد که زمینه پیدایش اتحادیه اروپا چی بوده. از سال 1951 کشورهای بلژیک، هلند، فرانسه و بلژیک و هلند و فرانسه و بنولوکس کلن جمع شدن بعد از جنگ جهانی دوم و به اصطلاح آسیب دیدگان جنگی، صدمه دیدگان جنگی جنگ جهانی دوم، آمدن و یک اتحادیه رو درست کردن، اتحادیه همکاری های اقتصادی رو. آره. و این اتحادیه همکاری های اقتصادی باعث شد که گسترده تر بشه و در 1957 یک اتحادیه بازرگانی به اسم EF درست کردن. که بعدها این مسائل بوجود اومد و رفت اتحادیه بازرگانی و 1900 تراکت‌های مختلف داشتیم یا قراردادهای مختلف داشتیم که مشهورترینش همون پیمان ماستریخت یا پیمان ادینبرو بود که به ویژه دانمارک بسیار فعال در اون بود شرکت میکرد. اما از زاویه در رابطه با مجلس انتخابات مجلس بگو، فاکتینگ بگو در رابطه با مجلس، مهمترین برنامه حزب شما چیه؟ مهمترین برنامه ما در اساس مسئله عدالت اجتماعی هست، مسئله ریشه‌کن کردن فقر که در حال گسترش، جناح راست در این کشور تونسته با یک تازی‌های خودش و با بخشودگی‌های مالیاتی خودش بازار کار رو به نحوی تنظیم بکنه که سرمایه‌ها از مالیات معاف بشن، سرمایه‌های کلان از معاف مالیات بشن، از مالیات معاف بشن و در نتیجه بتونن بیشتر سهم بیشتری رو در این زمینه بگیرن. از جمله یکی از این کارهایی که اخیراً ما شاهدش بودیم مسئله بانک‌ها و دزدی‌های مالیاتی که شده که ارتباط کامل پیدا میکنه با اتحادیه اروپا. قوانینی که حاکم بر اتحادیه اروپا است، این قوانین اجازه میده که دزدان و چپاولگران مالیاتی بتونن زیر قوانین مختلفی که در اتحادیه اروپا وجود داره، قوانین بسیار نامحدود و شلوولی، بتونن مالیات هایی که بایستی میدادن بدزدن و در کشورهای دیگه صرف کنن. و این در رابطه با مسئله اتحادیه اروپا بود. اما در رابطه با مسئله عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی صرفا این نیست که ما به کسی حقوق بیکاری بدیم یا ندیم، حقوق بیکاری بگیریم یا نگیریم. مسئله مبارزه اساسی برای ریشه‌کن کردن نئولیبرالیسم، پایه‌های نئولیبرالیسم که بتونه در زاویه و در مسائل اجتماعی پایه اساسی عدالت اجتماعی رو دوباره ترویج بکنه و رشد بده. و در این چارچوب ما می‌بینیم که دیواری نیروی راست از سال 2001 به این ور، به ویژه از زمان نخست وزیری اسمش چی بود، قاسموسن، آقای قاسموسن، از زمان نخست وزیری این حمله گسترده رو علیه عدالت اجتماعی شروع کرد، حمله به اتحادیه‌های کارگر. خب ببین الان ما رئوف جان، من اینجا قطع میکنم برای اینکه یکی از مسائلی که حتما باید بحث بکنیم در مورد مسئله مهاجرین و چیزها هست که توجه خیلی ها رو به خودش در واقع جلب کرده. ده. اما من تصمیم دارم که یه تلفنی بزنیم به آقای هادی یوسفی. آقای هادی یوسفی من باش صحبت کردم، البته امکانش نبود که ما از طریق اسکایپ بیاد حضوری، براش این مقدار مشکل بود. در نتیجه از طریق تلفن ما میاریم و این در واقع 13 تا حزبی که در انتخابات شرکت میکنن یه قسمه میده، یه تعریفی میکنه. اونم بیشتر من توجه میدم که بیشتر احزاب راست شناخته بشن، برای اینکه یکی از در واقع چی میگن مشکلات ما ایرانی ها اینه که احزاب راست رو نمیشناسیم، یا اگر یکی عضو حزب راست بود مثلا مثل مرجان با یه چش، آره روز اول که من گفت من کنسرواتیو، حقیقتا جا خوردم، گفتم ایرانی که همش احزاب چپ بودن. خیلی خوب، من الان زنگ میزنم به آقای یوسفی و امیدوارم که ایشون هم الان داره گوش میکنه. در ضمن دوستان خواهشن این برنامه رو شیر کنین، اونایی که در
در واقع دانمارک هستم. آقای یوسفی؟ صدای چیز رو قطع کن، صدای بلندگو رو قطع کن. دوستان برنامه رو شیر کنید. الان آقای آره یه خورده بلندتر صحبت کن، هرچند اسپیکر خیلی قویه اینجا. الان چی؟ عالی. ما بگوشیم در مورد احزاب دانمارکی میخواستی اطلاعاتی بدی خیلی مختصر و مفید. آقای یوسف الان صداش دوره. عالیه صدا خوبه. درود خدمت عزیزان، گوش میدم. چشم. صدایی که با تاخیر میاد من میبینم توی فیسبوک، ولی من صحبت خواهم کرد. تو فیسبوک قطع کن. اول از همه درود به دوستانی که در استودیو هستن و شنوندگان عزیز. هادی ادامه بده، تو فیسبوک تو باید ببندی که تکرار نشه، صحبت کن. باش. یه مختصری در رابطه با احزاب دانمارکی و اساس اینکه شاید نماینده در شاید کنونی در مجلس دارم شروع میکنم که حزب، اولین حزب همون حزب سوشال دموکرات هست. عمدتاً در اهدافشان مسئله آزادی، برابری، همبستگی، تقسیم و عادلانه امکانات به طور برابر بدون به توجه به جنسیت، نظراتی که در چند سال اخیر طبیعتاً با توجه به موج پناهندگی که آمده اینها یه مقدار سیاست خودشان عوض کردن و پیشنهادات جدیدی آوردن برای حل مشکل تعداد مهاجرین و پناهندگان، من جمله اینکه سخت گذاشته بشه که چقدر بتونن وارد دانمارک بشن. در رابطه با مسائل خارجی ها، مسئله عدم تمرکز مهاجرین و پناهنده ها در مدارس و محیط های مسکونی توجه دارن که سهم 30% رو گذاشتن. حزب دومی که الان در مجلس از تعداد نمایندگان، حزب مردم دانمارک، همون دنس پارتوپاچی، که خواستار که کشور از سوسیالیسم و لیبرالیسم دور بشه و اون به بهترین کشور دنیا تبدیل بشه. این چیزی در برنامه‌شان نوشتن. اون دستن مسئله حقوق سالمندان، محدوده تعداد غیر بومی ها یعنی مهاجرین و پناهنده مد نظرشان هست که در رابطه خیلی کار کردن سالهای اخیر. در برنامه خودشان هم ابراز کردن که مسیحیت وضعیت ویژه‌ای در دانمارک داره با توجه به صد سال در اینجا حضور داشته و روی فرهنگ دانمارک تاثیر گذاشته، مخالف چند فرهنگی هستند. حزب بعدی حزب لیبرال چپ که همون به اسپاست، که این حزب از درون حزب راست در سالهای 1970 وجود آمد که عمدتاً بخشی بود که خواستار لیبرالیسم بود و عمدتاً سمتشان سمت دهقانان بود در مقابل زمینداران. این حزب از اون جا که شروع کرد عمدتاً ادامه پیدا کرد و یواشواش قدرت با توجه به شرایط در اروپا تغییر کرد. پای اصلی سیاست چون آزادی فردی، عدم دخالت در زندگی شخصی، آزادی داشتن مسکن، آزادی اعتقاد و بیان، حق گردنمایی، تشکیل انجمن آزاد کسب و در 20 سال اخیر هم عمدتاً دولت در دست این حزب بوده. حزب بعدی که تعداد نمایندگان بیشتری در مجلس داره از ترتیب حزب اتحاد چپه که همون این حزب 13 هست که آقای رئوف در موردشون صحبت کردن و از این حزب هستن.
اینم از ترکیب چندین جریان چپ و حزب کمونیست تشکیل شد در سال 91. از مهمترین اهداف ایشان هم برابری، همبستگی، آزادی، مسئولیت در مقابل محیط‌زیست، تقسیم در واقع چیزهای خوب در جامعه برای همه به طور برابر، امکانات اون زدن. این حزب معمولاً به طور مرتب در درون خودش در رابطه با اینکه چطور به این مسائل برسن بحث رو به صحبت دارن. خواستار جدای دین از دولت هستن به طور کامل که در اون پیشتر توضیح داد و فکر کنم لزوم داشته باشه من توضیح بدم. حزب بعدی حزب رادیکال چپ، همون رادیکال ونسپا که از تجزیه حزب لیبرال چپ همون ونسپا در سال 1905 وجود آمد. این حزب با خواستار مردم سالاری، دموکراسی، آزادی، همبستگی اجتماعی، حفظ محیط زیست، استفاده بهینه از محیط زیست و منابع طبیعی، مخالف محدودیت های سیاست در رابطه با مهاجرین و در واقع در مقابل دنس پارکباتی قرار داره. از این زاویه معتقد به سکولاریزم، آزادی عقیدان مذهب و مخالف هر گونه دخالت سیاست در مذهب در سیاست هست و معتقد کلیسا و دولت باید کاملا از هم جدا شد. حزب کنسرواتیو رو همینم بیشتر با توضیح بدم یا خانم مرجان هست برای در این دامسه خودشان کارشون انجام میدن طبیعتا. خدمت شما عرض کنم حزب عدی حزب اس اف که همون سوشیال ایسای مردمی دانمارک که این حزب از نتیجه اختلافاتی در حزب کمونیست دانمارک در سر وابستگی به شوروی و نزدیکی به شوروی در واقع وجود داشت وجود آمد. دیما مخالف بودم که نزدیکی آنچنانی که موجود بود در حزب کمونیست به شوروی این وجود داشته باشه. این حزب خواستار آزادی اشخاص اداره زندگیشان هست، عدم دخالت دولت در زندگی شخصی افراد، گسترش دموکراسی بیشتر میخواد، شدیداً بحث از حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی کار میکنه، معتقده که تمام قوانینی که در مجلس هست باید انطباق پیدا کنه در مسئله محیط زیست. این چیزی که به طور مدام در شرایط کنونی روش تاکید دارد. حزب بعدی حزب اتحاد لیبرال هست که همون لیبرال الیانس که در سال 2007 تشکیل شد که از احزاب چند نفر بیرون آمده بودن. این حزب وجود آوردن شدیداً طرفدار بازار آزاد و مخالف هر گونه دخالت در بازار آزاد دولت، خواستار کم شدن مالیات هاست و عمدتا مالیات هایی که به درآمد های بالا تعلق میگیره، خواستار خصوصی سازی شرکت های دولتیه اونایی که باقی مانده، طرفدار شدید اتحادیه اروپا و مرزهای باز در اروپا است و در رابطه با مسئله مهاجران و پناهندگان دیگه باید مرزها باز باشه ولی صندوق ها بسته باشه، یعنی کمک های دولتی به کسی که وارد میشن تعرض نگیره، این باعث میشه که تعداد کم شه. حزب بعدی که حزب جدیدی هست چند سال پیش شروع شد، حزب آلترناتیو که این حزب عمدتا مسئله محیط زیست مطرح است براش و از کسایی هم تشکیل میشه که بسیار فعال بودن مسئله محیط زیست، فعالیت های اجتماعی، خواستار نوع جدیدی از سیاست شفافیت، عدم تمرکز، مسئولیت افراد در مقابل استفاده از منابع طبیعی است. سیاست هاشون هم از طریق بحث های درونی که دارن از پایه شروع میشه و به بالا میاد، میخوان شکل جدیدی از سیاست رو ایجاد بکنن. عمدتا مسئله محیط زیست الان بیشتر عمدتا در مرکز توجه این حزب. حزب جدید دیگه هم که اسمش بوغالی، حزب جدید مردمی، خودش رو کنسرواتیو میدانه و خانمی هم که این حزب رو درست کرده از اعضای قبلی حزب کنسرواتیو و جزء شورای شهر یکی از شهرهای دانمارک بوده. معتقد به خصوص سازی بیشتره، عدم پرداخت مالیات شرکت‌های خصوصی،
منتقد شدید مهاجرین و پناهنده هست و بسیار معتقده که مهاجرین تعدادشان باید در دانمارک کم بشه، محدود بشه. از خواسته عمدهشون توقف پناهنده پذیری، عدم پذیری به مهاجرین و خارجیان از سیاست های عمدهشون. حزب دموکرات مسیحی هم که هادی جان ما الان 10 دقیقه شده، ما اینو الان قطع میکنیم، بعد دوباره من شما رو میارم روی خط. باشه؟ باشه. خب باشه، من فعلا قطع میکنم. ببینید آره، اولا تشکر میکنم از آقای هادی یوسفی که این صحبت ها رو کرد، البته در مورد احزاب عمده صحبت کرد. ببینید یه چیزی که حساسیت ایرانی ها رو یا خارجی ها رو در واقع برانگیخته میکنه، اول عمومیتر بگم کلا ملم اوستی ها، یعنی که تمام کشورهایی که از مسلمون بله خاورمیانه میان، ما شاهد یه سری حرکات بودیم. اون موضوع پولادن که قرآن میسوزون و خب از طرف خیلی از احزاب هم مورد نقد قرار گرفت که این باعث تحریک مسلمان ها میشد و از همین طریق هم تونست با قرآن سوزی از 5000 نفر برسه به 20000 نفر تا بتونه به عنوان یک حزب خودش رو وارد مجلس بکنه. یعنی یه قانونی هست که 20000 امضای انتخاباتی لازم هست و از طرف دیگه این حزب نیو باولی که همون NB در واقع لیبرال نوین، آره لیبرال نوین، این خب وقتی من برنامه‌هاش رفتم دیدم 3 در واقع پونکت داشت و اونم اینه که این مسائل، یکیش در مورد استاپ زدن کل پناهندگی هست، دوم اینه که هر کس اگه یه خارجی بره 25 کرون یه چیزی رو بدوزه اینو از کشور خارج میکنن، و یکی دیگه هم هست آره، بعد یکی متاسفانه زنگ زده، یکی دیگه هم این هست که خارجی هایی که جواب گرفتن دیگه کمک دولتی نیست، باید خودشون برن و کار برای خودشون پیدا بکنن، اگه تا 2 سال نتونستن کار گیر بیارن باید برگردن. بعد یک اینها خب البته خیلی از این احزاب در واقع به دلایل مختلف و مشکل دارن در رابطه با پناهندگان، ولی یه مسئله ای که هست خانم مرجان، ما تا حالا میشنیدیم اینتگراسیون، اینتگراسیون با اسمیله شدن فرق داره. اسمیله شدن یعنی همرنگ شدن، استحال شدن، استحال شدن. اصلا من خب کارم توی کوپنهاگه، اصلا کوپنهاگ یه شهر اینترنشناله، یعنی همه در واقع انگلیسی صحبت میکنن، ملیت های مختلفن. من فکر میکنم مسئله اینا اسلامه نه خارجی، چون دانمارک خیلی راحت مثلا خارجی های خارج از خاورمیانه رو خوب میپذیرن، ولی به دلیل موضوع اسلامیستا و اسلامی های افراطی که امروز من شنیدم حزب التحریر اومده انتخابات دانمارک رو تحریم کرده، خب اینا رو چجوری میبینید؟ من اول میخوام از این آقای قسموس پلودن آره به حزب شما چی میگه در مورد؟ من اول از خودم میخوام شروع کنم. آره. اولا که یکی هر کسی یه اعتقادات داره بعد یه حزبی رو انتخاب میکنه، درسته، و من اینم مطمئنم که شما هم حتما ممکنه 10 چیز رو حزبی بگه، ولی شخصی شاید من فقط 8 رو باش موافق باشم، ولی بیشترش رو باش موافقم. راجب پلودن من میخوام بگم، پلودن یه مثل همونی که قرآن میسوزونه، همونی که قرآن رو میسوزونه. آره. این یه میگن سعی میکنم فارسیش بگم، آره، مثل یه عملی بوده. آره. این عکس‌العمل یه عملیه، دقیقا. این یه فنومن اومده، این پدیده است. این پدیده است، این پیش اومده چون یه سری چیزها رو جلوش گرفته نشده، یه سری دموکراسی، من الان سالهای سال میگم دموکراسی خط خورده، دموکراسی دموکراسی خراش برداشته. زمانی که من 30 سال پیش اومدم دانمارک
احساس آزادی حرف میکردم، احساس آزادی فکری میکردم، احساس میکردم که هر کاری دلم بخواد، کار خلاف نه، کار کریمینال نه، ولی نظرم بگم، نفس بکشم، هر جوری دلم میخواد لباس بپوشم، با هر کس دلم میخواد حرف بزنم و زندگی ما هر جوری که دوست دارم میکنم. این ارزش های بود، این وردی های بود کش کدار. ولی الان دوروبر 10 ساله از دوروبر 10-12 سال پیشه دانمارک عوض شده. دموکراسی که من، آزادی که من میشناختمش خراب شده و من سعی کردم به دانمارکی ها بگم مواظب باشین، حواستون رو جمع کنین، دموکراسی داره خراب میشه. و این سیستم بوده، به قول خود دانمارکی ها میگن، اینا بهش میگن بلا آل، یعنی ساده بودیم، نمیدونستیم از حقوق حرف چی میگن، حقوق حق حرف و حق فکر سوء استفاده شده، از دموکراسی سوء استفاده شده این 10 سال پیش. و نمیشم بگه که این یعنی اسلام با ملم اصلی با پلیتیک قاطی شده. شما نمیتونید بگی یا اینه یا اونه. کلا یه وقتی میگن با ملم اصلی بد برخورد میشه، به خاطر تنها اسلام نیست. یه سری فرهنگای اومده از کشورهای خیلی ها رو میبینیم، مثلا یه مقدار ترکا رو ما میبینیم از ترکیه اومدن که نه روسری سرشون، اون اسلامی که ما تو ایران شیعه مسلمان نیستن، ولی تا بهشون یه حرفی میزن، یه چیزی رو میگه، یه مقدار استیلکاوت میشه، شرط میذارن سری میگن راسیست هستی، ما راسیست بودنتونه، دانمارک مملکت بدیه، دانمارک با ما مخالفت داره. وقتی اینا قاطی میکنن اسلام، بعد میگم چون ما مسلمیم اینا با ما اینطوری هن. آره. حالا من یه چیزی رعوف ادامه بده، این داستان خانم آناهیتا ملکیان یه مصاحبه کرد با بی بی سی، بعد حالا خود این حزب شاید 3-4 تا نماینده بره و به هیچ وجه این خانم احتمالا نتونه اصلا وارد اون بشه، شاید بی دروغ 10,000 کامنت علیه خانم آناهیتا ملکیان داده شده، از مسائل شخصی گرفته تا مسائل چیز. یعنی من دفاع نمی کنم، از حزبش رو قبول ندارم به دلیل همین مسئله، این که میخواد جامعه دانمارک رو همرنگ کنه، اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست. حالا مسئله پناهندگی و پناهجویی رو من فکر می کنم همه اعضاب غیر از اینسلیس و بقیه همه هیچ کدوم دروازه باز نکردن بگم ما قبول میکنیم. اسف هم هست مثلا یه اینستیسینا. حالا منظورم اینه که همین میگی نفس کشیدن، من حساب کردم اصلا نمیشه نفس، واقعا شما بیاین اون حزب رو برنامهش نقد کنین. آقا این دختر 8 ساله بود اومده اینجا، 40 سال اینجاست، خب این خودش رو دانمارکی میدونه، رب از اینکه خودش ایرانی بدونه. اصلا وقتی میگن دموکراسی، خانم اجازه داره، داره. بعد بگن که این حزب نجات پرست. اما ما در دانمارک نجات پرستی راسیست جرم داره، یعنی هیچ حزبی رو شما نمیتونه راسیست باشه بتونه تو انتخابات فولکتینگ بتونه شرکت بکنه، اصلا همچین چیزی امکان نداره. حالا تو در مورد مسئله چطور مثلا اس اف و اینسلیس که تو جزء اینسلیس هستی، آیا فقط به خاطر اینکه عضو جمع بکنه طرفدار مهاجرینه، چون اصولا همه اعضا ودی پولیسیت بهش چی میگه در مورد این سوال ابتداعا من شروع بکنم از این زاویه که خیلی خلاصه بگو، چون من تلفن‌های دیگه هم هست قرار بزنم، ولی من از اینجا شروع بکنم که با یورش گسترده نئولیبرالیسم در سال از 2001 با انتخاب آقای آندرس فوگ راسموسن به عنوان نخست وزیر، یورش همه جانبه به تمام مواضع یکی به مواضع عدالت اجتماعی شروع شد، از اتحادیه‌ها، از حقوق بشر. اگر یادتون باشه در اون زمان ما اتحادیه‌هایی داشتیم یا سازمان‌ها، انجمن‌های سراسری خارجیان داشتیم که با اون یورش یک دفعه اومد، از اونجا اومد گفت اتحادیه‌ها و انجمن‌های سراسری خارجیان حق گرفتن کمک مالی از دولت ندارن.
درسته. و یا حتی نه تنها مال مهاجرین، حتی سازمان‌های حقوق بشری دانمارک هم زیر سوال بود. یعنی اساساً یک حرکت بسیار غیر دموکراتیک از اونجا آغاز گشت و این پله به پله دموکراسی و عدالت اجتماعی رو سنگرهاشو داشت میگرفت یا داره میگیره. اما در رابطه برگردم به این مسئله پروسه، یه خورده زودتر چون یه نفر قرار زنگ بزنه صحبت کن. در رابطه با این پروسه ببینید، مسئله این هستلیست اس اف یا بگم رادیکال منستر یا آلترناتیو، اینها عموما در این احزاب، این چهار تا حزب عموما در چارچوب چی هستند؟ در چارچوب تطبیق یا اینتگراسیون اجتماعی هستند، نه در طرد، نه در اخراج، نه در اینکه شما بیگانه اید یا بیگانه نیستید. شما نیروی کار هستید، مالیات میدید در این کشور، حق دارید از منافع اجتماعی که در این کشور هست استفاده بکنید. بر اساس اون مالیات هایی که دادید، خدماتی که به این کشور ارائه دادید و به جامعه اینجا ارائه دادید. این هزلیست، حزب اتحاد چپ دانمارک، نه برای اینکه یک حزب پوپولیست به خاطر رأی کسب رأی این صحبت رو میکنه، نه. خب ببین اینجا مسئله از آماره، میگن خرج مهاجرین و پناهنده 33 میلیارد کرون، یعنی این بودجه توضیح میدم. شما اگر توجه کنید، این حزب لیست یکی پایه ایدئولوژیک و فکری این حزب سولیداریته، همبستگی اجتماعی و آزادی بیان هست. بر این پایه، بر این، در این چارچوب داریم حرکت میکنیم. هر کسی دینی داره محترم، هر کس دینی نداره محترم. برای حزب ما مهم نیست که تو دینی رو قبول میکنی یا نمیکنی، مسلمان هستی یا مسلمان نیستی، اینجا حق آزادی بیان داری، اینجا بتونی، امکان اینو داری و امکان به داده بشه که بتونی دین تو پیش ببری، آیین تو پیش ببری، زرتشتی هستی، موسوی هستی، عیسوی هستی، فرقی نمیکنه. بر این اساسه که ما داریم مبارزه رو پیش میبریم. درسته هزینه‌ای که برای پناهندگان و مهاجرین داده شده، ما اگر نگاه بکنیم این هزینه رو، این هستلیست میگه از کجا باید این هزینه رو تأمین کرد. ببینید سیستم های مالیاتی حاکم بر این کشور، حاکم بر دولت نئولیبرالی که الان قدرت داره، اینجوریه که یک سری بخشودگی های مالیاتی رو برای درآمد های کلان، سرمایه های بزرگ فراهم میکنه، در کنار اون میاد مالیات های سنگین تری رو به نیروهای میانی و اقشار پایین جامعه وارد میکنه، فشار بیشتری رو وارد میکنه. اگر به طور نمونه در رابطه با مسئله، جنگ، خرید از تسلیحات نظامی، ببینید دولت دانمارک، از دولت کمونی دانمارک رفتن و چند هواپیمای F-35 از آمریکا خریداری کردن. این هزینه، فقط هزینه پرواز یک هواپیما در یک روز 1,000,000 کرونه. خب اگر نگهداری هزینه 350 میلیون کرون پول هواپیما هزینه شه، خب آره میدونم. ببین خلاصه کن، یعنی هزینه های ملیتری رو نه فقط ملیتاری و نظامیگری رو، هزینه هایی رو که ما باید این پول هایی رو که در رابطه با به اصطلاح بخشودگی های مالیاتی نیروهای سرمایه و کلان، تولید کلانو که بخشودگی های زیادی گرفتن، اینا رو برگردونیم به جامعه، کم کردن فقر، ریشه‌کن کردن فقر کودکان، ریشه‌کن کردن فقر اجتماعی و ناعدالتی اجتماعی. خیلی خوب. ببینید دوستان، کسی که اگر تلفن من دارن میتونن زنگ بزنن و در این مورد هم از خانم مرجان گنجو و هم از رعوب و هم از من سوال بکنن. ببینید تا کسی صحبت بکنه، شما در پاسخ به رعوف که میگه که مثلا هواپیمای F-35 از آمریکا خریدن، روزی 1,000,000 خرجشه. خب تو که توی به اصطلاح دانمارکی‌ها بیشتر از ماها هستی و میبینی، موضوع مهاجرین یعنی که صحبت کردم بیشتر مسئله اسلام. آره بذار من اینه. الو الو، صدا ما داری؟ آره یه خورده بلندتر صحبت کن. من این اجازه بده یه دقیقه، خانم ریاهی زنگ زدن.
من اینو بیارم تو بلوتوث. خیلی خوب، بذار من زنگ بزنم، رد کن، بذار من زنگ بزنم برای اینکه این وصل بشه به اسپیکر. رو من الان زنگ میدارم به تو. خب به آقای هادی یوسفی هم فرصت میدیم، به خانم ریاهی زنگ زدن. هلا ریاهی، درود بر شما آقای توکلی. بله بذارین آره از توی آره اسپیکر صحبت بکنیم. بفرمایید، صداتونو داریم. صدای من دارین؟ صدای من کاملا میاد؟ کاملا. بله بله، من پیش از همه به خانم مرجان گنجو، آقای حسنزاده اگر اشتباه نکنم، درود میفرستم، به مهمانای برنامه‌تون، همچنین آقای هادی یوسفی که توضیحات خیلی جزئی دادن در مورد احزاب مختلف. بله. اگر اجازه داشته باشم هم پرسش دارم. آره بفرمایید. اول آره متشکرم. در 5 دقیقه در 5 دقیقه سعی میکنم خلاصه کنم. چشم. یکی از مسائلی که هم خانم گنجو بهش اشاره کردن، البته هم آقای حسنزاده، مسئله امکان دادن و عدالت اجتماعی وجود داشتن یا نبودن بود در جامعه ایران، در جامعه دانمارک. من یادمه که چندین سال پیش یک سری کلوب‌های وجود داشت که خیلی خیلی بیفایده بود، یعنی مردم میمدن اونجا و فقط دور هم جمع شدن، خیاطی میکردن و بدون اینکه یک کلام با هم دانمارکی صحبت کنن، و همینطور این هزینه ها میشد و در واقع خارجی ها شده بودن یک مرکز درآمد برای اینطور چیزا. وقتی که لوگه اومد، که من زیاد هم نظر مثبتی بهش ندارم، این جور جا جمع شد. ولی از طرف دیگه هم خیلی موضع نگاتیوی نسبت به خارجی ها به وجود اومد، البته بازم به خاطر مسئله که بعضی از مسلمان ها افراطی، نمیتونیم به همشون ایراد بگیریم چون همشون مشکل ساز نیستن، بعضیشون مشکل ساز هستن، ولی کاری که کردن یعنی در واقع افراط و تفریط شد، امکانات رو انقدر محدود کردن یا گرفتن و اینکه انقدر به راستی ها راه داده شد که دیگه حتی پناهنده هایی که واقعا محق بودن، سیاسی بودن، بیان، اونا هم اجازه پیدا نکردن یا به سختی اجازه پیدا کردن. حالا سوال من البته هم به عنوان یک شهروند دانمارکیه و هم به عنوان یک خارجیه که البته خب همینطوری هم خواهیم بود، به عنوان یک دانمارکی از خانم گنجو میپرسم. خانم گنجو، چرا به نظر شما با معگسایی که حزب شما داره، چرا فکر میکنید که باید به حزب کنسرواتیو رای داد؟ جواب الان بدم؟ آره، فقط سوالتون تموم شد یا هست؟ یه سوال دیگه هم دارم. آره، ولی فکر کنم اگه ایشون جواب بدن. آره آره، هر دو رو خانم گنج بل جواب میدم. سوال بعد و کامنت های بعد اینه که شما میگید که، البته منظورم شما خانم گنجو نیست، اصولا من دیدم هر سه در مورد این صحبت میکنید که انگار نجات پرستم یک جورایی، یعنی آزادی عقیده، آزادی بیان برای همه باید وجود داشته باشه، حتی نجات پرستا. من شخصا مجبورم شوربختانه قبول کنم که همچین عقایدی هم در این جامعه وجود داره، مثل عقایدی مثل آقای قسموس که قرآن پاره میکنه. به نظر من این واکنش اصلا منطقی نبود، چون حتی محققان حق دارن قرآن رو بخونن، حتی مردم عادی هم حق دارن بخونن ببینن چی هست و چی درش وجود داره، و این به نظر من یک تفرقه بزرگی بین مردم جامعه میندازه، به جایی که یعنی مسئله بهتر و شکاف ایجاد میکنه در جامعه. و
دیگه فکر نمی کنم که مسئله دیگه مونده باشه، چون فقط 5 دقیقه به من وقت میده. اما در مورد خانم آناهیتا خودم، یعنی یک سوالی برای من پیش اومده. چیه نظرتون چیه؟ سریع بگید، واقعا جالب راجب آناهیتا بشنویم از شما. خانم آناهیتا همونطور که شما گفتین خب از 8 سالگی اومده اینجا، ولی ظاهرا ایشون هم از یک خانواده خارجی هستن که زمانی بهشون اجازه داده شده، اجازه پناهندگی داده شده، یعنی ایشون هم جزء کاتگوری خارجی ها هستن. پس فکر میکنم که باید یک فرقی قائل بشن که آنقدر هم تمایل به این حزب نوبالی نداشته باشن، به خاطری که درسته که رسمن حزبای راست از نجات پرستی وقت نمیاد کسی صحبت بکنه و بگه که من نجات پرستم، ولی کاری که میکنن به نظر من یک جوری در سطح جامعه این فرق رو فاحش‌تر میکنن. یعنی منی که میخوام استخدام بشم که خانم گنجو منو شخصا میشناسن، در مورد من هم فرق قائل میشن برای استخدام شدن. پس چه فرقی هست بین من که اینتگرال شدم، زبان یاد گرفتم، تحصیل کردم اینجا، و بین اونایی که میان و ایشو یا مشکل درست میکنن در جامعه؟ و مرسی خانم ریایی، تشکر کنم. مرسی. آره، برای اینکه ما باید بعدش هم با آقای عادی یوسفی رو باید بیاریم. تشکر زیاد دارم و مرسی. من توضیح میدم برای اینکه در دوستانی که تازه اومدن، انتخابات اتحادیه اروپا هست که فردا در دانمارک و خیلی از کشورها انجام میشه، و همطور انتخابات مجلس هست، مسئله خارجی، مسئله اسلامیستا، مسئله نجات پرستی و مسئله احزاب راست و چپ چه میگوین. خب شما جواب خانم حنا ریاحی رو چی میدید؟ سوال اول بود که برای چرا من این حزب رو قبول کردم؟ حزب کنسرواتیو. حزب کنسرواتیو چی میگه که مرگ سیاسی هستش؟ دقیقاً. اولین چیزش اینه که احترام گذاشتن به خانواده و به فرهنگ برای حزب کنسرواتیو خیلی مهمه. خانواده براشون خیلی مهمه. فرهنگ براشون، فرهنگ دانمارکی براشون خیلی مهمه. و یکی دیگه هستش که مالیات کمتر و رشد برای یک سمتاتی میشه مؤسسه‌های بزرگ، و برای اینکه مؤسسات تولیدی، دقیقاً، چون هرچی مالیات کمتر باشه، من اینو با شما موافقم، خیلی از این مؤسسات بزرگ منم با شما موافقم، حالا هرچی حس میگه، ولی منم موافقم که در یه حدی باید مالیاتی بیشتر بدن، یا اصلا باید خیلی اصلا مالیات اصلا نمیدن. ولی در مالیات کمتر برای کسی که مثلا یه مقدار بیشتر کار میکنه و یه ذره تاپسکت میگیره، چون خیلی بالاست. دانمارک کشوری که سکتش از تمام جای دنیا بالاتره، روی حساب میگن مالیات کمتر و جا برای رشد کردن برای شخص ها. و یکی دیگه هست که به کسانی کمک کنی، یه مرگسه دیگه اینه که به کسانی کمک کنی که لازم دارن. و کمکی بکنین تا کسی که برای کسی کسی که مثلا بخواد خودش استلکاو شرایط براشون بذارین. بله، شرایط براشون بذارین که بتونن خودشون رو بلند بکنن، و وقتی هر کسی باید خودشون باید. دقیقاً. که بتونن از خودشون زندگی خودشون رو را بندازن. و یکی دیگه، خیلی مرگسه زیاد هم، ولی اینا یه چیزای مثلا بزرگشه دیگه، آواز کفتای بزرگشه. یکی هم که یه شروع خوب برای بچه ها، برای خانواده ها. دلیل چیزه. خب در مورد خارجی ها شما خاصی بود. من یه سوال دیگه، من اولا میخوام خیلی مهمه من اینو بگم، ولی در مورد آناهیتا هر دوتاتون توضیح بدین. من نه طرفدار خانم آناهیتا هستم نه قسموس پلودن. من میگم فقط وقتی این مسائل پیش میاد،
حالا شما میتونه اول بگی اول تخم مرغ بود یا مرغ بود یا مرغ بود یا تخم مرغ بود. این یه عملی بوده، این حالا شده عکس العمل، عکس العمل دوباره یه عملی رو نشون میده. اینا فنومناییه که پیش میاد وقتی یه سیستمی روش خراش برمیداره، یه عکس العملای پیش میاد و اون عکس العملا رو با یه تصمیمات درست، حزبای درست، با تصمیمای درست و همکاریای حزبای مختلف اسمش میشه که اینا رو برنامه قطع شد و شما داشتین صحبت میکردین. بله برنامه خاطر اشکال فنی قطع شد متاسفانه. ما الان دوباره البته من عرض شد خدمت دوستان، اساسا اختلافی که من یعنی این مشکلاتی که امروز برای پناهجویان و مهاجرینی که در دانمارک ساکن هستند از سیاست‌های نئولیبرالیستی و سیاست‌های از زمان آندرس فوگ راسموسن و از جمله دخالت‌هایی که حزب کنسرواتیو یا حزب محافظه‌کار داشتن و سیاست‌های منفی اونها بوده که این عوارض اجتماعی به وجود اومده که زمینه و میدان میده به پیدا شدن احزاب راست و یا جریانات بسیار راست و تندرو. ببینید ما در دانمارک اساسا به طور مشخص سه تا حزب داریم، حزب مردمی دانمارکیان یعنی دانسک فولک پارتی. وقتی میگیم حزب مردمی دانمارکیان اینجا خودش تعریف میکنه از خودش، فقط مال دانمارکیان هست، متعلق به کسی دیگری نیست. حزب دانسک فولک پارتی یعنی حزب مردمی دانمارکیان. بعد حزب نیوبولی یا مثلا نوین که به وجود اومده که از حزب مردمی دانمارکیان بیشتر و تندتر میده. حزب استرامکورس یا حزب عرصه تنگ که حقیقتا این حزب میخواد عرصه رو برای مهاجرین که از کشورهای غیر مثلا مسیحی آمدن بسیار تنگ کنه و به زعم گفته های آقای راسموسن ایشون درخواست اینو دارن که مهاجرینی که از کشورهای مسلمان آمدن، مسلمان باشن یا نباشن، باورمند باشن یا نباشن، اینها رو به زور بفرستن. اگر نشد به زور سوار هواپیما بکنن و با چتر بندازنشون زمین. هفته پیش در تلویزیون بله همین دقیقاً این صحبت خود آقای پالودن بود که ما 400 هزار نفر رو خواهیم فرستاد و ایشون رو اگر نرن ما با چتر پرتاب خواهیم کرد. یعنی یک چیزای تخیلی، یک چیزایی که واقعا در مغز کودکانه این فرد داره تشعشع پیدا میکنه. ولی بحثی که الان هست زمینه پیدایش این اندیشه، این فکر یه مورد خلاصه که من شش ماه پیش تو انفورمیشن یه مقاله نوشتم در بر این نام که فاشیسم و نازیسم بر در دانمارک میکوبد و این بر این پایه بود که آمادگی فکری ذهنی برای برخوردهای خشن، برای برخوردهای خشونت‌آمیز در جامعه. افرادی مثل راسموسن عمدن میرن و ببخشید افرادی مثل پالودن قسموس پالودن عمدن میرن توی محیط‌های اجتماعی مسلمان نشین و با تحریک جوانان کم تجربه و مردم کم تجربه که هیچ گونه یعنی قدرت تحلیل و قدرت تجزیه مسائل سیاسی ندارن، با برخورد عاطفی به این مسئله شروع میکنه به این تنش در جامعه. و از زاویه دیگه در برنامه حزبیش میگه که مردم جوانان دانمارک برید تمرین و تعلیم سلاح بگیرید، اسلحه یاد بگیرید. یعنی چه؟ یعنی همان تئوری که در دوران نازیسم در 1939 داشت پیش میرفت، نازیسم رو داشت پیش میبرد که این نژاد برتر از نژاد دیگر است، این مردم بدتر از مردم ما هستن، اینها رو باید بیرون کرد چون مسلمانن یا غیر. من خودم البته اشاره یه مقدار خلاصه‌تر چون برنامه باید یه مقدار یعنی در مورد این قرآن سوزی نیست. من خودم اشاره کنم که خودم به هیچ گونه دینی باور ندارم و ولی احترام میذارم به تمام ادیان. البته تو نخست وزیر دانمارک هم محکوم کرد. ولی صحبتی که اینجا هست قدرت تمایز ندارن، فاصله بین اسلامیست ها و مسلمانان هست. این تمایز رو نمیبینن اینجا. خب. نمیبینن همه رو به یک شانه با یک خب ببین یه اینجا که داری میگی من میخوام وسط حرفت یه چیزی بندازم که
درسته ما این طرف حمله میکنیم به کسایی که نجات پرستند و غیره، اما ببینید یه اتفاقی افتاد در نیوزیلند، یه راسیستی اومد دوربینم گذاشت مستقیم وز کرد به فیسبوک و 50 نفر رو کش، 100 خورده نفر هم زخمی کرد. خب بعد حالا کار ندارم، مقامات چیز خیلی عزای عمومی اعلام کردن و نمیدونم نخست وزیر نیوزیلند رفت با خانواده ها و اینا. اینجا مسلمان ها در سراسر اروپا تا اونجایی که من دنبال کردم یا سراسر دنیا اومدن این عمل رو محکوم کردن، کارشون هم کاملا درسته، باید هم میکردن. ولی چرا برعکس نیست؟ اگه یه داعشی یا اسلام افراطی میره توی گوگرد خودش مراکز خرید یا مراکز تجمع مردم خودشون میکشه در برلین در پاریس، چرا مسلمون هایی که به قولتون میگن اینها اصلاح یعنی مسلمون های میان رو هستن، چرا یه تظاهرات شما دیدید انجام بدن؟ اون زمانی بود که مثلا در پاریس، در برلین، در خیلی از کشورهای دنیا اومدن ولی مسلمون ها نیومدن. چرا؟ اون زمانی اومدن که توی خودتون و سنگون اومده بودن، روز بعدش خیلی مسلمان ها جمع شدن و اونجا بودن. خیلی خب برصورت ولی تعداد چون کمتره، این مسئله کمتره. ببینید من روزی که من همین مسلمان ها اومدن جلوی مجلس تظاهرات کردن که پالودنم اومد قرآن خواستاتش بدن، خیلی خیلی مسلمان، خیلی جمعیت اومده بود. ولی چرا این جمعیت؟ برای اینکه خط مرز رو باید بکشن در مقابل تروریست. در مقابل تروریست فرق نداره چه نجات پرستش چه به اصطلاح نوع داعشی و غیره که اونم یک نوع نجات پرستی هست. خب من ببین این بحث رو قطع میکنم، بریم روی با آقای هادی من زنگ بزنم بهش که صحبت بکنم. دوستان یه بار برنامه قطع شد، امیدواریم که آره. حالی جان میکروفون در اختیارت، خیلی سریع بگو چون یه بارم برنامه قطع شد متاسفانه، ما به گوش هستیم. اشکال داریم شما، فقط من خواستم شرط نظر دارم تو بحثی که هست بدارم. آره بگو. جامعه و دنیا الان در یک شرایط خاصی قرار داره، در واقع یک دوره‌ای هست که تغییرات عظیمی توی دنیا داره انجام میگیره، مثلا خطر محیط زیست و اینکه وضعیتی داشته که ممکنه که انسان ها از بین برن، حیوانات از بین برن، شرایط کاملا تغییر کنه، مثلا بسیار مهمه. مثلا یه تأثیر تکنولوژی در دنیا هست و تغییرات عظیمی که ایجاد میکنه، این ها مسائل کلیدی هست. این مسائل باعث میشه که تنش های اجتماعی ایجاد بشه. اینها رو که نگاه بکنید در زمینه که سیاستمدارها بخوان بهش پاسخ بدن، این طول میکشه، طول میکشه که جوابهایی بیاد چه از راست و چه از چپ. در این حال در تاریخ دانمارک سیاستی که در رابطه با تجزیه در واقع پذیرش پناهندگان و مهاجرین و آوردن اونها در جامعه بوده، سالهای متمادی اشتباه بوده، یعنی فقط دادند و چیزی نگرفتند. از این زاویه که نگاه بکنید به مسئله، یعنی شما یک سری حقوق دارید و یک سری مسئولیت دارید. درخواست مسئولیت از خارجی ها خیلی محدود بوده و این باعث شده که خیلی ها که اینجا سالهای طولانی زندگی کردند هنوز نه زبان دانمارکی بلدند، نه فهم و درک درستی از دموکراسی، از آزادی بیان و فردی دارند. این یک مشکل اساسی است. اگر توجه بکنید مثلا برخوردی که خارجی ها، جوانان خارجی با پلودان میکنند و قرآن سوزی و برخوردی که دانمارکی ها میکنند در رابطه با خارجی ها، سنگ میدازند، آتش میزنند، به پلیس زنگ میزنند که داره از آزادی بیان دفاع میکنه نه از آقای پلودان. وظیفش این هست. در شهری توی دانمارک برخوردشون متفاوت بوده. دانمارکی ها جمع شدند،
کیک درست کردن، آواز خواندن، به پلیسا کیک دادن و تشکر کردن که از آزادی بیان دفاع میکنه. یعنی نتیجه اینها رو که شما در نظر بگیرید، عدم انتگره شدن، هماهنگ شدن یک سری از خارجی ها هست در جامعه دانمارک، و اینکه غالبا شاید نمیخواند اینها در واقع در این جامعه همراه بشن، بفهمند و یاد بگیرند. این مدل اساسی هست که باعث شده که این احزاب دستراسی وجود میاد. آقای طلالان رو کسی نمیشناخت تا وقتی که خارجی ها شروع کردن بهش سنگ زدن، آتیش زدن، انداختن برای پلیس. یعنی برخورد خود خارجی ها هست که باعث شد که اینشان مطرح بشن در جامعه، تمام تلویزیون ها مطبوعات راجع بهش حرف بزنن و الان 2% میخوان بهش رای برن. حالا معلومه چقدر رای خواهد داد. یا حزب دیگر نیوبوالی هست. اینها به خاطر اینکه وحشت در جامعه وجود داره، در رابطه با یه تغییراتی در دنیا انجام میگیره و به اضافه برخورد غلطی که کسایی که منتسب به اسلام هستن یا اسلامی هستن انجام دادن، در دانمارک ترور کردن و هر آزادی خانم هاشون رو محدود میکنند و خیلی برخورده غلطی دارند. این در واقع واکنشی در رابطه با این برخورد هاست که یه عده میرن به این افراد رای میدن، میخوان رای بدن. شما که توجه بکنید در دانمارک فرهنگ احزاب این هست که با توجه به شرایط و معضلاتی که در جامعه هست، اینها تغییر میکنند به سیاست ها و خودشون رو منطبق میکنند با وظایفی که در حلش در جامعه لازم هست. روف میگه که این احزاب دستراستی در عبدال مسئله خارجی ها و این کسی کار میکنن رو داشته باشن نداشته باشن، فقط احزاب شب هستن که از اشتفاق هستن. این تو چیزی نیست. حزب کنسرواتیف، حزب بنفا، احزاب دیگه ای هستن، معدود احزابی در حزب راست هستن که بگم که خارجی باید برن از اینجا. یکی هست که دست راست هستن، حتی حزب دنس فارگ پاچی اینو دیگه نمیگه. یعنی سیاست هاش رو تغییر داده. یعنی میگه کسی اینجا هستن کار میکنن هستن و خیلی محترمن، ولی باید به این قوانین دانمارک به آزادی بیان به این چیزا احترام بذارن. یعنی این مختص فقط نیروهای چپ نیست که میگن خارجی که اینجا کار میکنن و وظایف اجتماعیشان احترام میذارن، به دموکراسی احترام میذارن. اینها در واقع اینجا هستن و محترمن و شهروند این کشور هستن. تا وقتی که در واقع کاری بدی میکنن توی دادگاه ها محکوم میشن، میگن اینا باید برن بیرون. این خب طبیعی هست دیگه. یعنی جامعه نمیتونه این چیزها رو تحمل کنه. دموکراسی که سالها زدها سال اینها زحمت کشیدن به وجود آوردن، سیستم رفاه اجتماعی که وجود آوردن، یه عده بیان ازش سوء استفاده بکنن، یه عده بیان زیر پاش بذارن، این طبیعی هست. یعنی شما در کشور خودتان در ایران که ما میریم ایرانی هستیم، افغانی رو شما چطوری برخورد میکنن؟ بسیار بسیار بد برخورد میشه. اینجا ما حقوقی که داریم 100 برابر حقوقی که ایرانی ها در ایران دارن. خب طبیعی هست که از این باید دفاع بشه. این مختصر خواستم بگم، وقت شما زیاد نمیگیره. تشکر میکنم. سوالی بود حتما در خدمت هست. باشه، ما یعنی به پایان برنامه رسیدیم، منتها به هر کدوم از دوستان 2 دقیقه وقت میدیم که سریع اگر صحبتی دارن در مورد صحبت‌های آقای هادی یوسفی بفرمایید. شما اول. من با آقای هادی خیلی موافقم و به نظر منم ماها که اومدیم دانمارک یا کسانی که از خاورمیانه یا حالا از هر جای دنیا، از آمریکا، از هر جای دنیا میان یه مملکت جدید، ما وظیفه‌ای داریم. همه همون باید وظیفه‌مون رو انجام، وظیفه‌مونه که زبانش یاد بگیریم، وظیفه‌مونه که اون کمکی رو که اول میگیریم ازش استفاده بکنیم، روی پای خودمون وایسیم و پس بدیم، هی فقط نگیریم، کلینت نشیم، مزاحم سیستم همش نشیم. تا یه حدی هر چیزی یه حدی داره، همونطور که آقای هادی گفتن.
و اون کمک هایی که را گرفتیم پس بریم. به نظر من حرفشون خیلی درسته و این چیزایی که پیش میاد، این آقای پلودن که پیش اومده، این یه فنومنه پیش اومده، چون که یه سریا مثلا عکس العمل، چون مثلا یک سری علاوه کریمینالیتی بخواین شما حساب بکنید، درصد بچه های جوانای ملبوسلی یا خاورمیانه‌ای خیلی بیشتر، 50 بیشتر از 50% کریمینالای توی فنگسلا مال بچه‌های خارجی هستن، و وقتی به نسبت درصد دانمارکی‌ها درصد خارجی‌ها نگاه کنی خیلی بیشتر از ایناست. در این حساب این مسائل پیش میاد دیگه. نه، و من با پلودن موافق نیستم. اینم من شما بگم. حالا خب من سری بگو در مورد بسیار خوب. دست شما در نکنم هادی جان. من ولی موضوع اینه که به اصطلاح قانونمدارانی که حاکم بر قانونن با گرفتن مکانیزم های گوناگونی سعی می کنن عرصه رو تنگتر کنن از نظر قانونی برای ابراز وجود مهاجرین در جامعه. موضوع اینه در جوانی که به بزهکاری و خلاف اجتماعی روی میاره به خاطر چی میاره؟ شما رو بنا رو نگاه میکنید ولی زیر بنای اساسی رو نگاه نمی کنید. مسئله بیکاری هست، مسئله عدم به وجود آمدن پراکتیک پلس یا امکان کار پراکتیک هست، مسئله ترد شدن و آگاه نشدن از طرف خانواده ای که خودش ناآپه، در مادری که خودش آگاهی نداره، مسئله ای که در جامعه بهش برخورد نمیشه و جامعه اینو در تناقض با خودش میبینه، ترد میکنه به خاطر رنگش، به خاطر زبانش، به خاطر دینش. این موضوع یک موضوعی که شما اشاره میکنی درسته، ولی روبناییه، زیربنایی نیست. برخورد زیربنایی به این قضیه این نیست که ما بگیم اینا بیان کریمینالیت نباشن، بیان این کارو بکنن، فراهم کن امکاناتو براشون، ایجاد زمینه کن براشون که برن به جای اینکه تو خیابونا ولگردی بکنن، کوچه گردی بکنن، برن سر کار آموزش ببینن. این امکانات در این دوران وجود نداشته، به وجود نیومد. و در ضمن شما موضوع دیگری رو اشاره کردید، موضوع ایران و دانمارک. ببینید درست میگید در این زاویه، ولی ما برای چه از ایران آمدیم اینجا؟ برای اینکه با یک رژیم و یک نظام ارتجاعی روبرو هستیم که اساساً با دموکراسی چیزی نداره، نگاهی به دموکراسی نداره. اگر نظام دموکراتیکی مثل دانمارک در ایران حاکم بود، خب طبیعتاً کسی نمی اومد اینجا. ما به خاطر این اومدیم کشورهای اروپا غربی، به خاطر اینکه تجربه دموکراتیک رو بیاموزیم، به خاطر اینکه اون کشوری که ما ازش اومدیم هیچ گونه تجربه دموکراتیک به غیر از کودتا، تسلط و ستم و ظلم و سرکوب نبوده. اینها رو ما داریم اینجا یاد میگیریم، اما با به وجود آوردن محدودهای و محدودیت‌های اجتماعی علیه مهاجرین، علیه پناهجویان، با این کار ما چیکار میکنیم؟ ما با این کار داریم یک نوع خشونت به وجود میاریم. یعنی من اشکال رو نه در اون مهاجر، بلکه در سیستم و مکانیزم قوانینی که حاکم بر جامعه است میبینم. خب البته من موافق نیستم با رؤوف. خب من با هادی به نظر من صحبت منصفانه ای کرد. هادی صحبتی داری؟ چون ما به پایان برنامه رسیدیم. آره صحبت کوتاه. آره صحبت خیلی کوتاه بگو. ببینید یک مسئله که رؤوف بیان میکنه که زیربنایی هست، زیربنایی نیست. واقعیت مسئله اینطوری نیست. برای تمام مردمی که در این مملکت زندگی میکنند امکانات مساوی وجود داره. شما میتونید برید درس بخونید مجانی، شما میتونید دانشگاه برید مجانی، دکتر برید مجانی. هیچ وقت نمیگن آقا شما خارجی هستی دکتر نمیتونی بری، مدرسه نمیتونی بری. اصلا هم چیزی نیست و این صحبت کاملا غلطه. توجه بکنید، بذار صحبت کنم. بله بگو. آره. توجه کنید به این مسئله که در رابطه مسئله پراکتیک پلس و اینا صحبت راه صحیح هست. این مسئله ای که بخشن این مسئله که جوانه که درس میخوانن کافی نیست، به اندازه کافی وجود نداره. طبیعتا دانمارکی ها رو برمیدارن تا خارجی ها خاطر که میترسن. تمام این چیزهایی که میبینن در رابطه با خارج تو تلویزیون اینها این مشکل وجود داره. من خودم الان چندین مغازه رو اداره میکنم و تراش من اینه که وقتی بیشتر کسی در واقع میام اونجا برای
پراکتیک برای کارآموزی تمام اینها رو من استخدام میکنم. یعنی اینطوری هم نیست، یعنی من الان رئیس شدم، منم خارجی هم دیگه، ناصر خبر خارجیه توی مجلسه، یعنی امکانات مساوی وجود داره، بستگی به تلاش افراد و اینکه بخوان کاری انجام بدن آره. فرهنگ توجه بکنید که وقتی که با شما فرهنگ دیگه ای میخواید به مردم تجویز بکنید نمیشه، یواش یواش آرام آرام. متشکرم از این مرسی. به یه سوال رئوف ازت داره. رئوف سریع حالی جان، چرا درصد شاغلینی که در بازار کار آزاد، پیتزا فروشی، نمیدونم سبزی فروشی، نمیدونم میوه فروشی، در بین مهاجرین کم درآمد و کم رشد جامعه بیشتره تا اشتغال در مقامات دولتی؟ چرا؟ خیلی ساده است جواب این رو عزیزم. یک، شما توجه بکنید که دخترهای خارجی 70% دانشگاه میرن، مدرسه میرن، پسرای خارجی بیشتر میخوان برن مکانیک بشن، بیشتر میخوان برن کار تکنیکی خیلی پایین انجام بدن، ولی درس کم میخوانند عزیزم. این یک مسئله اساسی هست. شما یک مسئله اجتماعی وجود داره، ببینید که اقشار درآمد معمولا مشکل دارن، کسایی که مادرهای تنها هست مشکل دارن، پول کافی ندارن، اینها مشکلاتی که به همه مربوط هست. نه اینکه من میگم تبعیض وجود نداره، ولی میگم که کسی که میخواد و تلاش میکنه تمام امکانات وجود داره و این صحبت صحیح نیست که مردم امکانات کافی و مساوی وجود ندارن. اینطوری نیست، واقعیت مسئله نیست. من خارجی هم، رئیس 80-90 نفر آدم داماکی هم، اینطوری مسئله وجود نداره. دوستان بسیاری هستن، ایرانی ها بیشتر از داماکی ها در اصل اشتغالشان هست، در اصل تحصیلاتشان هست. چرا بقیه نمی کنن؟ چرا مسلمانی که از کشورهای عربی میان نمی کنن؟ بکنن دیگه عزیزم، می کنن ترس کنن، زحمت بکنن. هادی یوسفی عزیز که با تلفن با ما در تماس بود تشکر میکنم، صحبت های خوبی کردن. همینطور رؤوف حسنزاده و مرجان گنجو که در شورای شهر شهر ما هستن و پارتی ما هستن برای ببینید این برنامه رو من در همینجا به پایان میبرم. به نظرم خودم خیلی فکر کرده بودم راجع به این برنامه، میدم به خیلی فکر کردم، برای این که ببینید دموکراسی رو که ما تو ایران که نداشتیم، هنوزم که نداریم، دموکراسی رو باید اینجا یاد بگیریم. واقعا چند نفر ما عضو احزاب دانمارکی شدیم؟ فرق نداره چپ راست میانه، به ندرت هستن مثل مرجان یا مثل رؤوف جزء احزاب دانمارکی باشن، و یا اینکه چند درصد اصلا توی انتخابات شرکت میکنن ما خبر نداریم. از شرکت انتخابات زیاده، ولی گفتم عموما فقط احزاب چپ رو میشناسن، خیلی به ندرت احزاب مثل احزاب راست رو بشناسن و تلاشی هم نمیکنن. یک جدایی وجود داره. وقتی که من نگاه میکنم ما خودمون تک تک ما الان مرجان بیشتر از نیمی از عمر خودش رو در دانمارک زندگی کرده. رؤوف هم همینطور اومده بود، جوان رشیدی بود، مویی داشت، الان مو هم از دست داده در این دانمارک. بعد هر شبت که اینا، من این برنامه خب خاص بود و برای خودم هم جالب بود که ببینم که چقدر کشش داره، چون سیاست ایران باعث عقب موندگی ما پناهندگان یا مهاجرین شد. یعنی صبح تا غروب کلمون توی ایرانه، ولی هیچ وقت کلمون توی ایران اینجا باشم خیلی کمه، به ندرت هستن که اینجوری خودشون رو احساس بکنن، یا مثلا همسر دانمارکی دارن یا تو خانواده های دانمارکی هستن یا آلمانی، یا حالا فقط ما دانمارک خاص نکنیم. حالا ببینیم که بازم بتونیم برنامه های دیگه بذاریم. این برنامه در ضمن از رادیوی البرز فردا پخش میشه. رؤوف جان آخرین کلامت رو رؤوف نه اول رؤوف بگو سریع. من انتظارم این بود که از این برنامه اولا دست شما در نکنه، دو یو من به قول معروف این که من میخواستم در رابطه با مسئله محیط زیست و مشکلات زیست محیطی رو بیان بکنم، برنامه حزبمو که مجالش نشد، امکانش نشد، ولی به طور خلاصه یک جمله رو میگم. کره زمینی که ما درش زندگی میکنیم کره زمین فقط انسان ها نیست،
این کره، کره همه جانوران و گیاهانه. بس باید تلاش بکنیم این کره را از آلودگی نجات بدیم. بس باید تلاش بکنیم با راهکارهای دقیق و درست و علمی بتونیم به جای استفاده از فسیل ها و انرژی فسیلی بیایم انرژی های سالم و سفیدی رو به کار ببریم که بتونیم جامعه و جهان رو از این دردسر، از این معضل سیل ها، از این معضل فرارهای و کوچ احتمالی میلیون ها انسان در اثر محیط زیست، خرابی محیط زیست در ده ها سال آینده بگیریم. الان خطر اساسی که در آینده به وجود خواهد آمد نه فقط مسئله سیاست و نه فقط مسئله سیاست و سرکوب، بلکه فرار از بلایای سرشت و طبیعت است. تشکر. آخرین کلام رو از مرجان گنجو میشنویم و برنامه رو ختم میکنیم. مرجان جان بفرمایید. خیلی ممنون از امروز و من از شنوندگان عزیز معذرت میخوام از اینکه فارسی مثل شما خوب نیستش. شما مرسی که اینجا نشستین کمک میکنید. ولی من سیاسی جدایی ولی کمک میکنید. بله خیلی ممنون، شما محبت دارین. ولی نه، من اینو میخوام فقط بگم الان دو تا ول هستش، یه ول مال اروپا فرداست و مجلس یه ده روز دیگه است، پنجم یونی است. انتخابات اتحادیه اروپا، پارلمان اتحادیه اروپا فردا هست که تمام میشه در سراسر اروپا و 5 یونی یا جوان در دانمارک انتخاب. امیدوارم که همه ماها، من اینو میخوام بگم خیلی مهمه که همه برن رای بدن. خیلی ها میشینن میگن حالا مگه چه، ولش کن، حالا یه دونه رای من مگه چیه، یا حالا ولش کن، حالا بعدن، حالا یه خود روز میگذره و این رای داده نمیشه. خیلی خیلی مهمه که برین رای بدین، حقتونه، نه که فقط حق، وظیفه هر بشریه، حالا هر حزبی، حزب این هست لیستن، حزب کنسراتیو، هر چی که هست، رأیتون رو بدین، حقتون و وظیفتونه. من همین خواهش ازتون. تشکر از همگی شما، از مرجان، رؤوف و هادی یوسفی و بینندگانی که ما رو تحمل کردن. شب و روزتون خوش.